انیمیشن سازی در نرم افزار ادوبی فیوز. تا این مرحله تونستیم یک کاراکتر با ویژگی های منحصر به فرد ایجاد کنیم و حتی لباس ها و بافت های اون رو هم تغییر بدیم. برای پایان کار باید از این کاراکتر به عنوان OBG یا Object از اون خروجی بگیریم و در سایر نرم افزارهای انیمیشن سازی از اون استفاده کنیم. برای انجام این کار در قسمت سمت راست محیط اصلی نرم افزار ادوبی فیوز دو تا گزینه داریم. Save to CC Library که با کلیک بر روی این گزینه آبجکت ما و کاراکتر مورد نظر وارد نرم افزار فتوشاپ میشه و با استفاده از Send to Maximo میتونیم اون رو وارد کریتیو کلود ادوبی بکنیم و در اونجا انیمیشن سازی رو انجام بدیم. بر روی Send to Maximo کلیک چپ میکنیم، در اینجا کادر کاراکتر آپلود برای ما ظاهر میشه که در اینجا میتونیم نامی رو برای این کاراکتر در نظر بگیریم و من در اینجا آموزه 365 رو تایپ میکنم و در نهایت بر روی سیف کلیک چپ میکنم. در اینجا مشاهده میکنید که خروجی گرفتن از کاراکتر ما در حال انجامه و اون رو درون ادوبی کریتیو کلود که مربوط به شرکت ادوبی هست در سرورهای اون در حال آپلود و در اینجا میبینید که مدلینگ وارد سرورهای ادوبی میشه. همچنان منتظر میمونیم تا تمامی لودینگ برای ما به 100% برسه تا بتونیم مراحل انیمیشن سازی رو انجام بدیم. در اینجا وارد سایت ادوبی شدیم و میبینید که انیمیشن سازی برای ما در کریتیو کلود در حال انجام شدنه که با استفاده از این کریتیو کلود میتونیم انواع انیمیشن ها و کاراکتر ها رو برای آبجکتمون در نظر بگیریم. کاراکتر اصلی وارد کریتیو کلود شد که در اینجا میتونیم تنظیمات مربوط به انیمیشن سازی رو انجام بدیم. در قسمت صحنه اصلی میبینید که ما صحنه نمایش رو داریم و در قسمت سمت چپ هم میتونیم تنظیمات مربوط به صحنه رو انجام بدیم و پایین صفحه نمایش تنظیمات مربوط به انیمیشن در حال انجامه. با استفاده از انیبل میتونم کاراکتر رو از حالت حجمی به حالت اسکلتی تبدیل کنم. با کلیک بر روی این گزینه میبینید که حالتهای اسکلت و کاراکتر رو داریم. با استفاده از روتیت میتونم در صحنه چرخش پیدا کنم به این صورت. با استفاده از پن در صحنه جابجا میشم، به سمت بالا، پایین، راست و چپ میتونم حرکت کنم. با استفاده از زوم و کلیک چپ کردن کاراکتر رو بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی میکنم به این صورت و با استفاده از ریست کامرا به حالت اولیه کامرا برمیگردم. با استفاده از لیست باتری فیکال میتونم تنظیمات مربوط به شکل صورت رو داشته باشم که فعال باشه و یا غیر فعال و میتونم اون رو برای کاراکتر اعمال کنم و با حالت‌های اسکلتی بدن در صحنه نمایش نحوه نمایش و حرکت اسکلت رو داشته باشم. وقتی حالت‌های مختلف حرکتی رو انتخاب می‌کنم در سمت راست هم یک توضیح و پیش‌نمایشی از حالت‌های کاراکتر برای ما نمایش داده میشه که نحوه نمایش به چه صورت است. آپدیت ریگ، آپدیت کردن کاراکتر رو داشته باشم، با کلیک بر روی این گزینه در حال لود شدن برای ایجاد انیمیشن‌های بیشتر هستیم. در اینجا تغییرات بر روی کاراکتر اعمال شد و با کلیک بر روی فینیش میتونم تنظیمات و کاراکترهای بیشتری رو داشته باشم. بر روی یوز دیس کاراکتر کلیک چپ میکنم و در این قسمت بر روی انیمیت کلیک میکنم. در اینجا وارد محیط اصلی شدیم و در اینجا صحنه نمایش کاراکتر و در قسمت سمت چپ هم انواع حالتهای نمایشی رو داریم
که با کلیک بر روی هر کدوم از این صحنه‌های نمایشی میتونیم یک کدوم از اونها رو انتخاب کنیم و اون کاراکتر رو به عنوان انیمیشن داشته باشیم. با کلیک بر روی هر کدوم از این حالت‌ها در قسمت سمت راست اون هم مشاهده میکنید که میتونیم کنتر بودن و یا تندتر بودن حرکت‌های انیمیشن، کاهش میزان حرکت و یا اندازه پرش رو در اینجا انتخاب کنیم. با استفاده از لغزنده ها میبینید که میزان حرکت کند و یا تند میشه که با انجام هر کدوم از اینها تنظیمات مربوط به کاراکتر برای ما اعمال میشه. با استفاده از نوار پیمایش میتونیم به سمتهای پایین حرکت کنیم، به این صورت یک انیمیشن رو برای کاراکتر داشته باشیم و یا حالتهای مختلف و اون رو وارد محیطهای سه‌بعدی مثل نرم افزار فتوشاپ، نرم افزارهای مارولس و سایر نرم افزارها وارد کنیم. با استفاده از گزینه های 1, 2, 3, 4 میتونیم به حالت های مختلف انیمیشن دسترسی داشته باشیم و یک کدوم از اونها رو انتخاب کنیم. در اینجا بزرگ نمایی رو کوچیک میکنم تا حرکت انیمیشن رو داشته باشیم. در قسمت بالای کاراکترها میبینید دو حالت داریم، کاراکتر که با کلیک بر روی اونها کاراکترها برای ما در صحنه ایجاد میشن و حالت انیمیشن رو داریم که میتونیم تنظیمات مربوط به انیمیشن و ایجاد انیمیشن رو در اینجا برای کاراکتر داشته باشیم. کاراکتر برای ما در حال انیمیشن سازیه، با کلیک بر روی دانلود میبینید که یک کادر دانلود برای ما ظاهر میشه. در اینجا میتونیم فرمت اون رو مشخص کنیم و تنظیمات مورد نظر رو انجام بدیم و بر روی دانلود کلیک چپ کنیم. در حال دانلود هست، به محض اینکه دانلود شروع بشه در قسمت پایین برای ما دانلود در حال انجام شدنه که پس از دانلود میتونیم این کاراکتر رو وارد محیط اصلی نرم افزارهای سه‌بعدی بکنیم و از اون به عنوان یک آبجکت استفاده کنیم. در حال دانلود هستیم، دانلود برای ما ایجاد شد. در این فلش کلیک چپ میکنم، شو این فولدر، و میبینید که فایل ایجاد شده برای ما با فرمت FBX برای ما ایجاد شد که با دابل کلیک به این صورت یک کاراکتر با انیمیشن خاص رو ایجاد کردیم.